Radio mamnoe. رادیو ممنوعه سلام عرض کنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم ضمن این رو بگم که برای حفظ به روی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نر چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدی رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید من مهدی هستم 35 سال دارم توی خانواده نسبتا معمولی بزرگ شدم بعد از دانشگاه و سربازی کلی بیکاری کشیدم توی شرکت نفت به وسیله یه پارتی مشغول به کار شدم به قدری کارامو خوب انجام میدادم که توی اون شرکت مدیر مالی شدم و همه قبولم هم داشتن و روم حساب میکردن تو همون روزها بود که توی یکی از جلسات با دختر زیبایی به اسم نیلوفر آشنا شدم نیلوفر دختر بسیار سنگین و موقر و تحصیل کرده بود دختر یکی از بزرگترین و معروفترین پیمانکارهای نفت و گاز و پتروشیمی بود نیلوفر به قدری دختر شایسته ای بود که کسی باورش نمیشد از یک خانواده ثروتمند هست اون تنها فرزند خانواده و یکی دونه خانوادهش بود و همه کاره پدرش بود ما تو همون نگاه اول سخت عاشق هم شدیم و پدر و مادرش با ازدواج من مخالف میدن و من بهشون حق میدادم چون من در شن و اندازه اونها نبودم مستاق اون مثال که میگه کبوتر با کبوتر باز با باز همین بود ولی نیروفر که خیلی عاشق من بود خانوادش رو راضی کرد که با من ازدواج کنه ولی پدرش برای ما هیچ کمی نذاشت و خونه بسیار بزرگ و ماشین آخرین مدل که سر عقل سویچ ماشین رو به من هدیه داد خلاصه هیچی اما کم نزاشت. چنان عروسی مجللی برای ما گرفته بود که تمام فامیل دهنشون باز مونده بود بعد از ازدواج من نیلوفر خواست که من برم پیش پدرش کار کنم ولی من قبول نکردم چرا که دوست نداشتم داماد سرخونه بشم و این باعث شد که پدر نیلوفر از رفتار من بیشتر خوشش بیاد همه چیز تا یک سال و نیم بعد زندگی ما عالی پیش میرفت تا اینکه خبر دادن که در اصلویه حساب و کتاب ها به هم خورده یه مشکل مالی بزرگ به وجود اومده و مدیر مالی اونجا رو اخراج کرده بودن و به من گفتن دو ماهی برم برای این ماموریت یه خونه مبله برام فراهم کرده بودن منم رفتم و دو هفته تهران بودم دو هفته اصلویه بودم نیلو فرهم که مشغول کارهای خودش بود هیچ اعتراضی نداشت چند هفته گذشت یکی از پسرای اقوام به من زنگ زد و گفت مهدی جان هر دری میزنم نمیتونم کاری پیدا کنم و تازه ازدواج کردم و تا کاری پیدا نکنم نمیتونم تشکیل خونه زندگی بدم منم چون خودم درد بیکاری و بیپارتی و سختی زیاد کشیده بودم توی همون جنوب دو هفته بعدش براش کار پیدا کردم و سجاد با یک دختر که میگفت همسرش سوسن هست اومده و سجاد مشغول کار شد و یک آپارتمان مبله گرفتن و زندگی رو در اونجا شروع کرد. و من که خیلی تنها بودم و کار من در جنوب طول کشید سر رفت آمد من با سجاد و سوسن باز شد قدری ما صمیمی شدیم که نیدوفر هم چند روزی به جنوب اومده بود خیلی خوشحال شد و گفت مهدی خدا رو شد که این زن و شوهر پهلوی تو هستن و تنها نیستی سوسن دختر آزادی بود و همیشه لباس های کوتاه و لختی می پوشید این لباس پوشیدن و طرز برخوردش برام خیلی عجیب بود پیش خودم میگفتم یعنی برای سجاد هیچ هیچی مهم نیست که زنش اینطوری لختی و باز میپوشه ولی کم کم صمیمیتر شدیم و من هم به این رفتاراشون عادت کردم همه چیز خوب بود و من هم خیلی از این زندگی راضی بودم تا اینکه کرونا اومد و من کرونا گرفتم و در بیمارستان بستری شدم و دو هفته در بیمارستان بودم و بعد اومدم توی خونه در این مدتی که من مریض بودم سوسن برای من غذا آماده میکرد پشت در خونه میذاشت میرفت منو تنها نمیزاشت و بعد از اینکه حالم بهتر شد میومد خونه و برام کلی حرف میزد در و دل میکرد تا اینکه یک روز شروع کرد گفت سجاد کاری نیست و خیلی تنبله و تن به کار نمیده و بی پول اگه شما نبودی و براش کار پیدا نمیکردی تا همین الان هم بیکار بود معلوم نبود زندگی ما به کجا میکشی بهش گفتم سوسن خانم اجازه بده اینجا کم کار کنه و جا بیفته میارمش تهران پلوی خودم اون روزها زیاد سر کار نمیرفتم و رفت آمدهای سه نفره ما بیشتر میشد تا اونجا که یک روز منو رو دعوت کردن برای سالگرد ازدواجشون و من رفتم اون شب سوسن لباس آب آبی نفتی خیلی کوتاه و تنگی پوشیده بود و بیشتر از همیشه جلوهگری میکرد سوسن خیلی زیبا شده بود انقدر لباسش باز بود که من معذب شده بودم نگاهش کنم سعی میکردم بیتفاوت باشم اما نمیشد سوسن همون شب سعی میکرد به من نزدیک بشه و حتی چند بار منو به رقص دعوت کرد سجاد اون شب خیلی زیاد روی کرده بودم گفت منم شب خیلی مستم و نمیتونم روی پای خودم وایسم طرف های ساعت دوازده بود که دیدیم سجاد نیست رفته بود توی اتاق خواب و خوابیده بود مهمان ها رفته بودن و من و سوسن تنها شده بودیم من شروع کردم با سوسن جمع جو کردن و کمکش کردم به سوسن گفتم من دیگه رفع زحمت میکنم و میرم اون به من گفت کجا پا هم که چیزی نخوردی حالا هم که سجاد خوابیده بمون با هم یه قهوه بخوریم بعد برو سوسن به بهونه ای که سجاد خوابیده در اتاقش و بست و اومد شروع کرد به حرف زدن و غور زدن گفت مهدی جان دیدی چقدر امشب مشروب خورد اصلا هم براش مهم نبود که امشب سالگرد ازدواجمون بود صبح هم من باید به زور بلندش کنم بره سر کار به خدا خسته شدم آخه این چه وضعیه همین که داشتین حرفا رو میزد حرف کشون به اینکه شما چقدر مرد خوب و کاری هستی چقدر خوبه که شما به کارتون متعهد هستید و مشروب نمیخورید خوش به حال زنتون که یه همچین شوهری داره منم که حسابی خجالت زده رفتار سجاد بودم گفتم نه اینطوری قضاوت نکنید یک دفع حرفو حرف کشون به اینجا که آیا شما تا حالا به نیلوفر خیانت کردید گفتم نه والا من خیانت نکردم مگه من وقت این کار رو دارم یه دفعه گفت ها پس اگه وقت داشته باشی بدت نمیاد خیانتم بکنی گفتم نه والا به جز کارم به چیز دیگه ای فکر نمی کنم آخه کارم برام خیلی مهمه یه دفعه سوسن عجیب غریب شد و شروع کرد ادا اصول های عجیب غریب از خودش در لیوان و جلوی لب و دهنش چرخوند و میگفت آها که اینطور پس این جوریاس حالت صورتش حسابی تحریکم میکرد سعی کردم خودمو رو کنم اما نمیشد یه دفعه به هم نزدیک شد و من هم که تو تنها بودم رفتم طرفشو اون شب بزرگترین اشتباه زندگیمو کردم بدم کردم و همون لحظه بلا فاصله مثل سگ پشیمون شدم اما سوسن انگار نه انگار که داده از فرداش به خودم لعنت فرستادم که برای چند دقیقه چه گندی زدم به همه زندگیم چرا نتونستم جلوی خودم بگیرم دیگه سعی کردم کمتر ببینمشون از روی سجاد کرمنده بودم و عذاب نیلوفر رو داشتم به خودم میگفتم دیگه تکرار نمیکنم اشتباه کردم انقدر از که به خاطر همین هم اصرار داشتم برگردم تهران و بدون خدافزی هم برگشتم چند هفته ای بود که داشتم همه چیز رو فراموش میکردم و همه چی داشت عادی میشد تا اینکه یک فیلم از خط سوسن برام ارسال شد وقتی فیلم رو باز کردم شوکه شدم داشتم دیوونه میشدم فهمیدم که فیلم اون شب من و سوسن در اومده و سجاد خواب نبوده و اینا همش یه نقشه بوده گفتم این یعنی چی سوسن نوشت اگه این فیلم به دست پدرزنت نرسه یک میلیارد تا آخر هفته حاضر کن حساب سجاد بزن هرچی از دهنم در اومد بهش گفتم حالم بد شد داشتم دیوونه می شدم همه چیم داشت نابود می شد ازدواجم کارم آبروم خودم لعنت میفرستادم به خودم می گفتم ای احمق عقته خدایا چه خاکی توی سرم کنم میدونستم حالا حالا از سرم بر نمیدارن نیلوفر هم حسابی به حال و روزم شک کرده بود مدام ازم میپرسید مهدی چی شده بگو کمکت کنم بالاخره تصمیم خودم رو گرفتم و رفتم جلوش زانو زدم و گفتم به خدا غلط کردم اشتباه کردم قول بده اگه بگم منو میبخشی همه چیز رو براش گفتم حتی فیلم رو هم بهش نشون دادم و مرتب بهش میگفتم نیلوفر جان منو ببخش نیلوفر منو ببخش نیلوفرم بدون اینکه چیزی بگه رفت توی اتاقش رو در و بست و تا صبح گریه میکرد و من صدای گریهش رو میشنیدم صبح شد از خواب بیدار شدم دیدم نیلوفر نیست داشتم از ترس میمردم رفتم توی اتاق دیدم همه وسیله هاش سر جاشه خیلی خوشحال شدم فکر میکردم ترکم کرده خدایا پس کجاست چرا تلفنم جواب نمیده بعد از یک ساعت دیدم برام لوکیشن داده بود ازم خواسته بود برم اونجا نیلو با وکیل شرکت حرف زده بود تا از سجاد و سوسن به جرم اخاذی شکایت کنه خودم هم اونجا محکوم شدم ولی چون سوسن اصلا زن سجاد نبود جرمم کمتر شد روز دادگاه سجاد گفت وقتی که من شنیدم ازدواج کردی و پدر زنت انقدر ثروتمند و وضع مالی خوبی پیدا کردی و پدر زنت یک همچین عروسی برات گرفته تصمیم به اخاذی گرفتم وقتی فهمیدم به اصلویه رفتی گفتم میشه پول خوبی از تو بگیریم همونجا به جرم اخاذی سجاد و سوسن و محکوم کردن و پرونده بسته شد نیلوفر از هم خواست یه مدتی تنها بمونه و فکر کنه و رفت به خونه پدرش و هیچ حرفی نزد و هیچ اعتراضی هم به من نکرد به خانواداش هم هیچی نگفت در حق من باز هم خانومی کرد اما من در حقش چه کرده بودم خیانت هر روز التماسش میکردم ولی اون هیچ جوابی به من نمیداد هیچ گلی به من نمیکرد و این بیشتر منو آتیش میزد بعد از شیش ماه نیلوفر از من قیابی طلاق گرفت بدون اینکه هیچ چیزی از من طلب بکنه و هیچ چیزی به هیچ کسی نگفت و به همه دوست و فامیلم میگفت ما با هم تفاهم نداریم و آبروی منو همه جا حفظ کرد حالا من موندم و تنهایی و حسرت روی نیلوفر که تا یک شب حوس شیطانی خرابش کردن داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید